تمام حواشی مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی و همسرش. مراسم تشییع پیکر زنده یاد داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر صبح امروز 26 مهر در پهنه رودکی برگزار شد. بخش‌هایی از موسیقی‌های فیلم سینمایی سنتوری که این هنرمند فقید اون رو کارگردانی کرده و با استقبال مواجه شده بود در محوطه پهنه رودکی پخش شد. این مراسم در ساعت 10 صبح به صورت رسمی با قرائت آیاتی از قرآن آغاز شد. سپس بهرام رادان که اجرای این برنامه رو به عهده داشت روی صحنه اومد و با خوندن شعری عنوان کرد که این رفتن ناباورانه بود و از حضار خواست تا به احترام زنده یاد مهرجویی بایستند. سپس فرهاد آیش روی صحنه اومد و گفت علی نصیریان خارج از کشور و نتونست در این مراسم باشه، اما پیامی رو ارسال کردند. در این پیام اومده بود در غرب این خبر تکان دهنده بود، در بیماری با فکر و خیالات به سر میبرم، مهرت بر دلم است، از اولین کار خلاقانه ای تو در کنارت بودم، افسوس که امروز در کنارت نیستم تا در آخرین سفر در کنارت باشم و تابوتت را به دوش بکشم. ای مهر فرزانه، این چه روزگاری است که اشک و خون از آسمان میبارد. در ادامه مسعود کیمیایی روی صحنه اومد و بیان کرد نمیتونم هیچ چیزی بگم درباره او و رفتنش از این جهان، نمیتونم چیزی بگم، درود بر همه. سپس بهمن فرمانارا پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد داریوش جان قرار نبود این ملاقات این چنین باشه. ما کجا زندگی میکنیم؟ یکی از بزرگترین فیلمسازان این مملکت باید سلاخی بشه؟ من و داریوش سال 66 هر دو به ایران بازگشتیم. او به سمت فلسفه رفت و من به سمت کارگردانی سینما رفتم. با هم دوست بودیم، رفیق بودیم و روزها و شبهای زیادی رو گذروندیم. هیچ چیزی نمیشه گفت. چگونه وقتی دلشون بخواد همه دوربینا کار نمی کنند؟ داریوش باید تنها در کنار همسرش سلاخی بشه؟ ما داریم کجا زندگی میکنیم؟ من حرف زیادی نمیزنم. دل ما شکسته از همه چیز بده. آیا قرار هر هفته برای رفتن کسی اینجا جمع شیم؟ داریوش حقش بیش از اینها بود. در ادامه علی مصطفی برای خوندن پیام فریال جواهریان و صفا مهرجویی که در خارج از کشور هستند روی صحنه اومد و این پیام رو خوند. چطور میتوانم از همه دوستان و شیفتگان داریوش تشکر کنم؟ چگونه چنین مرگ هولناکی برای این مرد بزرگ رقم خورد؟ دلم به این خوش است که نسل جدید فیلمهایت را کشف میکنند و معنای خاصی از آن پیدا میکنند. داریوش هنرمند واقعی بود و در همه آثارش لایه‌های مختلفی را به نمایش میگذاشت. چند سال از مشغول نوشتن خاطرات هستم، اما افسوس که این 7 ماه اخیر با داریوش قهر بودم. نمی شود این گونه بدون خداحافظی بروی. دلم پیش مناست که چگونه یک شب تنها شد. دنیا نه تنها یک هنرمند بزرگ که یک پدر خوب را از دست داد. امیدوار بودم بار دیگر او را در آغوش بگیرم و از رمان آخری که خواندم برایش بگویم، اما دنیا جور دیگری رقم خورد. یاد پدرم در خاطر بیشمار ایرانی و غیر ایرانی در سراسر دنیا زنده خواهد ماند، هم از طریق آثارش هم از زندگی شریفش. از صمیم دل قدردان هممیهنان هستم که در این لحظات اندوهناک به ما قوت بخشیدند و به ویژه از هنرمندان که این گرد همایی را در غیاب من برای پدرم تدارک دیدند. سپس پیام کیانوش عیاری خونده شد. در این پیام اومده بود او متبهرترین ترسیم کننده زندگی بود. او در فیلم‌های پیچیده خود همچنین ویژگی داشت. او با بینش و دانش خود میتوانست روایت مطلوبی از زندگی داشته باشد بدون اینکه آن را زندگی کرده باشد، و اما این جنایت هولناک معمایی است که به زودی ابعاد آن روشن میشود. محسن امیر یوسفی رئیس کانون کارگردانان هم روی صحنه اومد و گفت قتل این کارگردان و وحیده محمدی فر همسرش را تسلیت میگم. بعد از مرگ غم‌انگیز کیومرث پوراحمد شاهد مرگ فجیع این دو هستیم. و بعد پیام کانون کارگردانان قرائت شد. در ادامه مرضیه برومند مدیر عامل خانه سینما عنوان کرد نمیدونم چی بگم. قرار بود متنی نوشته شه و دوستان ما دیروز در خانه سینما جمع بودند تا من به عنوان مدیر عامل بدبخت خانه سینما بخونم، اما هیچ کلمه‌ای نمیتونست این درد بزرگ و این فقدان فجیع رو توصیف کنه. من مجبور شدم بیام و صحبت کنم. نمیدونم چی بگم، قاصرم از گفتن عظمت دردی که خانه سینما به دوش میکشه. خانه سینما الان عزاداره، اما باید به هم تسلیت بگیم. ما کارگردان درخشان و تاثیرگذاری رو از دست دادیم. او با دایره مینا باعث شد سازمان انتقال خون احداث بشه. این تاثیر هنرمنده. دکتر اقبال وزیر وقت چند سالی مانع پخش فیلم شد. پخش گاو هم ممنوع بود، اما گاو تونست در سینمای بالنده ایران رو روی جهان باز کنه. تا هنرمندان زنده هستن به اونها برسید. بذر پوراحمد، مهرجویی، پسیانی در دل این هنرمندان جوان هست. بذارید کار کنند. اونها دلسوز این مملکت هستند، اونها جوان هستند. آستانه درد هنرمندان پایین و سیاستمداران بالاست.
ما همه در این سرزمین موندیم چون اینجا رو دوست داریم. با ما خوب باشید، ما کنار شما حتی با اسرائیل و رژیم صهیونیستی هم می‌جنگیم. که در این لحظه حاضران در مراسم مرزی برومند رو به خاطر حرفهای اسرائیل ستیزانه هو کردند و شعارهای نقض نه لبنان جانم فدای ایران سر داده شد. بعد پیام مریم مهرجویی که در این مراسم حضور نداشت و در خارج از کشور بود قرائت شد. در این پیام اومده بود: از طرف خودم و برادرم از همه تشکر میکنم، از همه هنرمندانی که با پدرم همکاری داشتن تشکر میکنم، از همه دوستدارانش هم سپاسگزارم، عشق و محبت همه را حس میکنم، از تمام مردم ایران که در این مدت به ما پیام دادند و درگیر این ماجرا شدن سپاسگزارم. همه ما در یک شوک بزرگ هستیم. همه ما شیفته داریوش مهرجویی بودیم. از طرف خودم میتوانم بگویم که پدرم به قول حمید هامون تخت شلنگ میانداخت، ولی با همه این کارها و ژست‌ها و ادا اطوارها قلبش ساده و بیشیله پیله بود. به خاطر همین قلب و آن قدرتی که داشت، بیان آن لحظات معجزه آفرین زندگی سخت است. در همه بالا و پایین ها فقط نور آن قلبش را می دیدم که ما را به جلو می برد. مونا مهرجویی، فرزند کوچیک این هنرمند، هم گفت: نمی دونم چی بگم، از همه تشکر می کنم که حضور پیدا کردند. من تنها احساسی که دارم اینه که پدر و مادرم کنارم ایستادند، شونه های من رو گرفتند و از من میخوان بایستم. میدونم کنارم هستند. به قول پدرم قاتلان میان ما هستند. امیدوارم بتونیم هر چه سریعتر اونها رو پیدا کنیم. در پایان پیکر این هنرمند و وحید محمدی فر بر دوش هنرمندان و دوستدارانش به سمت خانه ابدی بدرقه شد. روحشون شاد و یادشون گرامی.